سلام. شب بخیر. در ضبط میشه؟ امیدوارم حالتون خوب باشه، سالم و سرحال و قبراق باشید این من. عرض کنم موضوع این برنامه امشبمون پادرمیانیه، یعنی کسایی که وساطت میکنن بین دعوای دو نفر، بین ناراحتی دیگران. این موضوع برنامه ماست. خواهش میکنم تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، انقدر خوشحالیم که داریم میترکیم، یعنی از فرط خوشحالی هیچ غمی نداریم، الحمدلله، و خیلی خوشحالیم بی خودی. خواهش میکنم تماس بگیرید، شما هم همجوری بی خودی خوشحال باشین تا ببینیم به کجای دنیا رو میگیریم. الو، سلام. الو سلام عرض میکنم. سلام علیکم، شبتون بخیر آقای مدیر. اینجا گوشی حضورتون قربان، من اینجا صدا ندارم، این همکاران شبانه روزی من اینجا. آها، سلام. الو، سلام علیکم، شب بخیر، خسته نباشید. شبتون بخیر آقای مدیر. خیلی متشکرم. حالتون خوبه؟ چند سالتون، از کجا؟ من 36 سال دارم، از تهران زنگ میزنم. بله آقا، شما پادرمیانی هم میکنید؟ پادرمیانی هم میکنم. بله میکنم. کیا؟ کیا عرض میشود که زمانی که بدونم طرفین معقول فکر میکنه. اصولاً آدم بله که پادرمیانی بشه داشت. بله، اصولاً آدم عاقل پادرمیانی میکنه؟ اصولاً آدم عاقل پادرمیانی باید بکنه و میکنه. بله، عرض کنم که پادرمیانی با فضولی چه فرقی داره؟ خب این معقوله فرقی خواهش با. پادرمیانی با فضولی خیلی فرق داره. بله، متوجه شد. فکر میکنین توضیحتون کافی بود؟ آها، این بار متوجه شدم. عرض کنم که تا حالا شده شما بین دعوای دو نفر دارید میرید مهمونی، خیلی شیک کردین و تیپ زدین، دارید تشریف میرید مهمونی عروسی، جایی دو نفر دارن میکشن همو، کلکوپر میکنن، شما رفتین جدا کنین تا حالا مثلا لباستون خراب شه؟ برای عروسی نمیرفتم ولی اینطور شده. بله، اون وقت پشیمان شدید از وساطت؟ نه، نشدید. لباستون پاره شده؟ ابدا پاره نشده. لباستون پاره کردم ولی پاره نشده. آه، باریکل. خب خیلی ممنون که تماس گرفتین. یک شعری میگه دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. یعنی چی؟ یعنی اینکه ای دل، ای انسان، ای بشر، سعی کن که به تنهایی خو بکنی که مردم خدا هستش، که از تنهایی دیگه که بشر هستش و افراد دیگه بشر هستن که میتونم فتنه باشم تحریف داشته باشی. با خیلی ممنون که تماس گرفت. خواهش میکنم. همیشه فکر من سوی تو باشد، مرا قصر گل روی تو باشد. بنده را میفرمایید؟ بله قربون شما برم. به خواب هر دو ابروی تو باشد. خواهش میکنم. خواهش میکنم. رفتم من و خدا یاد تو باشد. بله. سر و جانم به قربان تو باشد. آقا مشاعره کنی؟ اصلا بیا اصلا برنامه رو ولش کن. شد از بای قیامت رسول الله مرد باید باشد. بله. جان، از شما خیلی متشکرم. قربون شما. طرز و شعر رو برای مردم و امثال من متشکرم. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. امیدوارم که خداوند همیشه یار و نگهدارش. خیلی ممنون از تماستون. من هم برای شما آرزو موفقیت و سربلندی می‌کنم. تشکر می‌کنم. شب بخیر. الو، سلام. خوشحالیم ما. خیلی متشکرم. قربون شما. از کجا زنگ میزنید؟ من رضا نوازی 20 ساله از تهران. بله. کجا؟ از محله رسالت. بله. یه جوری خودتون رو معرفی کردین انگار برای ما نقاشی فرستادین. شما بفرمایین که شما پادرمیانی میکنین؟ پادرمیانی اگه بشه میکنم. کیا میشه؟ کیا میشه؟ صبح جمعه. بله؟ جمعه. فقط جمعه صبح پادرمیانی میکنین. بین کی و کی؟ بین هر که دعواش بشه دیگه. چرا جمعه ها صبح فقط؟ خود جمعه ها بیکارم. شما مواقعی که بیکارین پادرمیانی میکنین؟ بله بله، جمعه ها صبح. بله. هر کسی که مشکلی داشت جمعه ها صبح بیاد خدمتتون. بله بله، ویزیت میکنین؟ بله. نه متشکرم. آقا پادرمیانی با فضولی چه فرقی داره؟ پادرمیانی
خوشحالیم خیلی، امشب خیلی خوشحالیم ما. پادرمیانی با فضولی چه فرقی داره؟ پادرمیانی اگه خود دو طرف بیان طرفش که بهش میگن پادرمیانی، ولی اینکه آدم دخالت کنه بهش میگن فضولی. آها، یعنی خود اون دو طرف بیان سراغ شما صبح جمعه اون پادرمیانیه، ولی اگه شما پاشید صبح جمعه برید پیش دیگران فضولیه. قربون شما که زنگ زدید، خیلی خوشحال شدیم، خوشحال بودیم، خوشحال تریم. قربون شما، خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. الو الو. آها، ما انقدر خوشحالیم، من حالا بقیه رو نمیدونم، من انقدر خوشحالم که نمیدونید. بی خودی ها، اصلا انقدر امشب من حالم خوبه، انقدر امشب من خوشحالم که امیدوارم شما رو بتونم خوشحال کنم با این عمل کردم. و همکاران شبانه روزی منم مخصوصا یکیشون که اصلا این به دنیا که اومد قش قش میخندید، اصلا کاری نداره این اصلا دنیا چی میگذره، که اون توه، همونی که میگم فوق تخصص، از این به اون سویچ نمیتونم بگم خارجیه، این ور اون ور کن، از این دوربین به دوربین، برش به برش، عرض کنم که بله. الو، سلام، شب بخیر. خوشحالیم ما، شما چی؟ قربون، خیلی ممنون. آقا شما پادرمیانی میکنی؟ پادرمیانی جایی که پیش میاد درد نیست. بله. کجا پیش میاد؟ جایی که مثلا بوله با بخواهی درد با میگرسلا درد بشه، آشتی بکنه، درد بشه، آشتی بکنه، درد بشه، آشتی بکنه، درد بشه. آه، برای خواستگاری شما تا حالا وساطت کردی؟ تقریبا. کسی رو به کسی معرفی کردی؟ بله. خوشبخت شدن؟ خوشبختی خب ما اون که به صراح میدونیم و در نظرم هست مهم، حالا دیر را با هم دیر به صراح آشنا بشن یا ازدواج کنن بشن یه در دانان دارگن نیستن. بله، خیلی ممنون که تماس گرفتید. قربون شما، خوشحالیم ما خیلی. جانم جان، گوشی رو من دارم. چشم. الو، سلام علیکم، خیلی متشکرم، شب شما بخیر. فرمودن گوشی رو داشته باشین، پدرتون بودن؟ من گوشی رو دارم. شما پادرمیانی میکنین، وساطت میکنین بین دو نفر که مشکل دارن؟ بله. آدم عاقل هیچ وقت این کارو میکنه؟ بله. بله. اون وقت پادرمیانی با فضولی چه فرقی داره؟ خیلی فرق میکنه. چقدر فرق میکنه؟ پادرمیانی مشکل رو حل میکنه، ولی فضولی نه. مشکل رو زیاد میکنه. بله. خیلی ممنون که تماس گرفت. گوشی رو میتونم بذارم؟ بله. قربان شما. خیلی متشکرم. خداحافظ شما. خوشحالیم خیلی بی خودی امشب. میگن خوشحال باش، من انقدر الان خوشحالم که دارم میترکم. یعنی غم نداریم که ما، که ما اصلا همجوری بی خودی خوشحالیم. عرض کنم که این میگه که امشب لوبیا پختم، نشسته بغل دوربین، امشب لوبیا پختن با سیب زمینی، ما وسط کارمون لوبیا بخوریم با سیب زمینی. خیلی کار بزرگی کرده، خیلی کار بزرگی کرده، امشب لوبیا پخته. از سر شب هی به من میگه بگو تو پلاتوت که مدیر تدارکاتمون امشب لوبیا پخته. خیلی کار عظیمی است واقعا، یعنی اصلا یه کار فرهنگیه، یه کار خیلی مقوله پیچیده است. و شما هم سعی کنید لوبیا بخورید با سیب زمینی. عرض کنم الان دیگه تماس نگیرید، نمایشمون رو ببینید، بعد دوباره من میام خدمتتون که خیلی با کمال خوشحالی میام خدمتتون که میگه لوبی ایبا. بعد شما زنگ بزنید دوباره، خواهش میکنم. فوتبال رئال ماردیدن. آره جالب، اتفاقا اون کانالم سریال داره. ساعت چنده؟ ساعت 1:50. پس شروع شده دیگه. الانه که شروع شد.
گل میزنن هم چجوری میدونن اینا؟ آره جالبه. برو دیگه بس تو من نگام کن. برو برو با فوتبال خیلی دوست داری نه؟ فوتبال آره. منم سریال خیلی دوست دارم. من هیچ وقت نتونستم دقیقاً تشخیص بدم فرق بین آفساید و با فولو. همیشه این مشکل داشتم. آفساید توی 18 قدم انجام میشه، فول بیرون 18 قدم فقط. خب اینو میدونم، ولی بعضی وقتا حس میکنم که بعضی فولا ممکنه آفساید باشه. میدونی چه حالتی؟ من بعد کارشناس فوتبال میشدم. بعضی هم آفساید میگیرن فوله. یعنی داور داره. ببین یه دقیقه میزنی. بوره. یه دقیقه بزنم اون کانال سریالی یه ذره ببینم. سریال بزن ببین فقط هست یا نه دیگه. این سریال مورد علاقه منه. آخه آخه نازی طفلی دختره. این بازیگرشو من خیلی دوست دارم. همیشه این نقشه رو خوب بازی میکنه. خیلی دوست داری؟ آره. آخه همیشه این نقشه رو بازی میکنه. خیلی هم از قشنگ اصلا بازی میکنه. این شخصیت رو خیلی خوشم میاد از بازیش. سریالش درامه؟ آخه طفلی تو این سرما چقدر باید راه بره او. مهران خیلی قشنگه. میخوای تو فوتبال نگاه کن؟ نه هم سریال میبینیم. به این قشنگی با چشه تعارف نکنیم. نه بابا نه نه تعارف نکنیم. تو واجبتر. نه میگم نه میخوام سریال اصلا. نه خب اشکال نداره اصلا. میخوام من سریال ولش. آره سریال. خوشت اومد؟ خیلی قشنگه. گفتم بده از این سریال خیلی خوشت. قسمت 20 من چندومشه؟ خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. هفته پیشش خیلی قشنگ بود. دختره رفت توی مزرعه پرورش مرغ. انقدر جالب بود. میخوای تعارف نکن مهران. بزنم فوتبال. بزنم. همین سریال میبینیم آره. مهران میگم یه موقع تو رو دعواسی گیری نکنی به خاطر من. بابا نمیگم به ها. خیلی میگم چطوره این میز زیر تلویزیونمون رو عوض کنی؟ میز زیر تلویزیونو؟ آره. چشه؟ چش که نیست ولی ها رنگش مثلا مدلش و اینا دموده شده. خب من فکر میکنم تنوع واقعا تو زندگی آدم لازمه ها. چقدر این تعاملش کنیم؟ حالا خب باشه. حالا چون تو میگی باشه یه پول اضافه یه چیزی گیرم اومد میخرم حتما. ببخشید منظورتون اصلا متوجه نشدم که فرمودید یه پول اضافه یه چیزی گیرم افتاد برات میخرم. مگه برای من میخری؟ برای خونه زندگی تو هم هست؟ مشترکه؟ اولا دوما ببخشید چرا شما هر دفعه من هر چی به شما پیشنهاد میدم انگار میخواین صدقه سر بدین واسه آدم بخریم. برای من نمیخری که. یعنی چی میگم پول اضافه دستم اومد یه میز تلویزیون میخوام؟ چشم حرف بدی زدم؟ من واقعا من میتونم حرف دلمو بزنم؟ بفرمایید. مهران من فکر میکنم که تو آدم بسیار خودخواهی هستی. صحیح. برای اینکه واقعا هر دفعه که میخوای برای من یه چیزی بخری من یه پیشنهادی میدم طوری برخورد میکنی که انگار که مثلا مینا حالا چون تو این پیشنهادو دادی من همین طوری اینو قبولش میکنم. من خودم تمایلی اصلا به این مسئله ندارم. حالا میز زیر تلویزیون رو نمیگم در کل. اینا تعبیرات جنابالیست. سریالتون رو ببینین. منم حرف دل دارم اگه بخوام بزنم زیاده. بله باز شروع شد ممکنه. حرف دل ممکنه. بفرمی آماده شنیدنم. فوتبال منو میزنه سریال میبینه. باز تو منت گذاشتی. من 100 دفعه گفتم آقا بزنم اون کانال.
منده ده... تو چشای من نگاه کن، تو واقعا یه فرادی هستی. بله بچی، منت میذاره میزه تلویزیون میخرم. نخر انگاه من میخرم، من میخوام برم خونه بابام. مینا منم حرف دارم برای گفتنا. نه جواب منو بده، این میزه زیر تلویزیون من میخوام برم خونه بابام. میخواین پول مواد غذایی منزلمونو بدیم میزه تلویزیون بخریم؟ خوشحال می؟ این از عرضه و درایت شماست که ما بعد از این همه مدت زندگی مشترک نمیتونیم یه میز زیر تلویزیون بخریم. یه میز زیر تلویزیون بی ارزش نیست. در تمام مواردی که میخوای انجام بدی با من مشورت میکنی؟ آره حالیمه. از اون چشات بیاد. از اون چشات بیاد. همین الان یه نمونه گفت، نگو همین الان یه نمونهش. یه میز تلویزیون بخریم. خب من بگم چی؟ بگم چشم دیگه، چیز دیگه میتونم بگم؟ شاهد واسه من میاره. اصلا همیشه تو اخلاقت همینجوری بوده مهران. من نمیدونم چرا اینجوری برخورد میکنی. همیشه در طول زندگی شما این که درست میگین. نخیر، بله. بفرمایید شماید که صحیح میفرمایید. نخیر، هر عقلی یه کله داره. چی؟ همین، من معلومه چی داری میگی. با منو ببینا. با کی نشستم دارم بحث میکنم. هر عقلی یه کله داره. حوصله ندارم. سلام. سلام علیکم. سلام. چه روز خوبیه. حالتون چطوره؟ فرما خوشم. حالتون چطوره؟ بر حسب اتفاق از اینجا رد می شدم، گفتم یک سری به شما بزنم. شما خوبین؟ متشکرم. مینا خانم حالشون چطوره؟ به مرحمت شما و در کنار این برادرزادتون واقعا که حالم عالیه. واقعا طوری شده؟ نه نشده. نه هیچی نشده. هیچی نشده. تا که این پنهان کاری آقا؟ یعنی مریض شدید؟ من؟ بابا پدر ما رو داره ورده دور پشت ما رو بدبختم. نمیگه منو داره دیوانه میکنه. مهران نذار درد دلم باز شه. درد دلتون باز شه لطفا. تا یک آدم با تجربه ای که بر دل موهاش سفید شده قضاوت بکنه. بله اینکه اما محمود شما به عنوان یک شاهد، به عنوان یک ناظر، به عنوان یک بزرگتر تو زندگی ما، شما بگو آقا جون یه مهرانش فوتبال ما کمه. اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. بنده تو کار هیچ زن و شوهری دخالت نمی‌کنه. اما مسئله دخالت من نیستم. من نیستم. بابا بیا. این آخه یه میز تلویزیون ببین قشنگه. من معذرت می‌خوام. من از هر دوتون معذرت می‌خوام. تحت هیچ شرایطی، تحت هیچ عنوان بنده رو تو دعواهاتون دخالت نکن. اما دعوا چیه؟ شما شاهد باشین دیگه. شاهدم. آقا پس من درد دلم باید به کی بگم؟ شما با عنوان یه بزرگتر با تجربه قضاوت کنید. در این جور موارد نشستم اینجا تلویزیون فوتبال داره. من بزرگتر نیستم. من کرده به میز تلویزیون. اون میز تلویزیون چه؟ من معذرت. آخه تو که راست میگی. قضاوت کن کجا میخوام. تو که راست میگی مهران خان. تو که راست میگی. بابا کوتاه. اصلا حتی نخواست صحبتاتو بشنوه. برای که برادرزادش رو میشناسه. میدونه حق با برادرزادش با برادرمامانه. بابا کو عجب بردر میدونی. خب من که حال نشسته فوتبالمونو میدیم تو برام گل مریم میخری؟ حالا من معذرت میخوام ولش کنم. برام گل مریم میخری؟ آره خب حال نه اینه که سر چهارا میفروشن ها پای ان گل فروشی میرم میخرم. بس من هم معذرت دیگه چی کار کنم دیگه. خب من بزنید اون کانال سریالتون رو ببینید که دوست داشتید. نه اصلا جانم. نه اصرار هم من فوتبال ببینید. خواهیش اصلا نمیشه. بابا صاحب نظری مصرن معتقد است که بزرگترها باید با شدت و با جدیت در کار کوچکترها دخالت کنند و تجربیات خود را به آنها منتقل کنند. صاحب نظر که خود را پروفسور در امر خانواده می‌داند در ادامه می‌گوید اصلاً کوچکترها بدون دخالت بزرگترها به بیراه خواهند رفت. چه خبر
میبا میگم یه سفر بریم شمال. هرچی تو بگی. شمال الان بارون میاد و ویلاس به به بله شما خوبی؟ چه روز خوبیه. خیلی مخلصیم. خواهش میکنم. محمود بیایم بریم شمال. بیایم بریم شمال. قبل از اینکه جوابتون رو بدم میخواستم بپرسم که مهران میگم زنگ بزن ببخشید واسه میگم که زنگ بزن دایی سفرم بیاد مامان تو بابات مامان و بابای من میریم خانواده یه اتوبوس اجاره کنیم. دعواتون سر چی بود؟ دعوامون دعوای چی؟ چند لحظه پیش ما رفتم تو اتاق ما دعوا کردی؟ دعوام سر چی بود؟ بابا دعوا کرد بابا چه دعوا الان شما دعواتون بود که من گفتم دخالت نمی کنم رفتم تو اون اتاق گیری کردی ما هی به من میگفتی دخالت کن یعنی تو شمال یعنی میگی دعوام شمال که ما هنوز نرفتیم چی میگی بابا جان الان به من گفتید عمو جان شما بزرگترید دخالت کن من گفتم دخالت نمی کنم تموم شد رفت ولش کن دعوا همین جر رو بس کردیم بابا اون دعوا نبود که ما داشتیم نسبت هم نظراتمون رو آره تبادل نظر میکنم چه خبر دیگه تموم شد همون تبادل نظره سر چی بود؟ حل شد تبادل نظر آره بابا مهران سر میز تلویزیون ولش کن بابا میز تلویزیون فوتبال نگاه می‌کنیم بعد سریال بابا اصلا مهم ولش کن چای می‌خوری چای می‌خوری باشم بیارم چای درست نه نه درسته که سر میز تلویزیون بود میدونم تمومم شد خیلی هم خوشحالم که تموم شد اما میخوام ببینم که سر چی بود مثلا میز تلویزیون اشکالش چی بود گیر دادی چرا میز... خب حل کن مسئله رو واسه توضیح بده بابا یه میز تلویزیون مینا... داشتی فوتبال میدیدیم نه داشتیم سریال میدیدیم سریال میدیدیم بعد فوتبال هم میدیدیم بعد مینا وسط این قضیه گفتش که یه میز تلویزیون به نظر بخریم پیشنهاد داد کی پیشنهاد داد؟ مینا. مینا میخواست مشورت کنه در واقع بعد منم گفتم که البته من بعد حرف زدم راستیتشو بخوام من بعد گفتم خواهش. که آره اگه پول اضافه اومد من یه میز تلویزیون البته حرف خوبی نیست دیگه کوتا من اسخای کم تموم شد چه خبر دیگه من حرف خوبی نیست این از نظر تو حرف خوبی نیست از نظر مینا من گفتم که به عنوان پیشنهاد گفتم میزو عوض کنیم بعد تنوع مهران یک کمی بعد پاسخ داد ولی بعدش معذرت خواهی که منم قبول کردم من جوک گفتم براش و همش تمام یاری من تو بر مریم برای میخرم یه چه خبر خوشحالم دیگه از این بابا شام من عذرخواهی کردید از هم نمیم ببین چجوری شد من متوجه نمیشم شما از مهران عذرخواهی کردی یا مهران از شما نه مهران از من عذرخواهی کرد من بد حرف زدم عذرخواهی کردم البته مینا هم بد حرف زد هر دوم بد حرف زدیم آه دوتاتون آره مینا هم بعدش یعنی من که بد حرف زدم بعد مینا هم بد حرف زد که هی عصبانی تر شد آه دکتر بجاد مهران من بد حرف نزدم من دوچار سوء تفاهم شدم نه من فکر میکنم تو هم بد حرف زدم نه امون شما که نبودی نه مینا تو هم بد حرف زدی قبل از اینکه من معذرت خواهم تو جواب دادی گفتی من فرادی من برای برای این معصبانی شدم اتفاقا این تنها موردی بود که من فرهادی بهرامی نکردم نه 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 من فکر میکنم که من فقط دچار سوء تفاهم شدم این تو بودی که بعد حرف زدی و به همین دلیل هم بود که تو معذرت خواهی کردی من قبول کردم من معذرت خواهی کردم که خب از آدمی که بزرگوارتره معذرت خواهی میکنه بله 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 و من معذرت خواهی کردم شما تو وظیفت از من معذرت خواهی من یک خانومم رویم حساس‌تره بله متوجه شدم من یک خانومم رویم حساس تره من گذشت میکنم معذرت خواهی میکنم فکر نکنی یه وقت امر بهت مشتبه نشه امر بهت مشتبه نمیشه واسه همینجا تو من جواب تو بدم معذرت خواهی میکنم واسه تو وظیفت بود از من معذرت خواهی کنم چون بد صحبت کردی از این بعد عمرن معذرت خواهی نکنم ببینیم منم عمرن معذرت خواهی تو قبول نکنم بله حتما آقا چون دوباره شاید شاید کشی شلوغ نکن بی خودی تو داری شلوغ میکنی آقا میز تلویزیون به من میگه بخره حرف زور میزنه وظیفته یه کلمه یاد گرفته وظیفه تو چی وظیفه
روزی که پاشو اومدی خواستگاری پیه تمام این چیزا رو بعد چیکار کرد به تنتون میمالیدی وظیفتون سرویس بدین به شرایط امکانات فراهم بکنین زندگی خوب فراهم بکنین قلم پاشو شکسته بود خواستگاری نیومده بود روزی که اومدی خواست نه تو نه تو هر مردی که خواستگاری هر خانومی میره باید بدین که چشمش ببخشید مزاد کور دندش هم نرم باید شرایط امکاناتو برای اون خانوم فراهم بکنه متوجه شدم بله اعلامیه اجازه بدید اجازه بدید تازه باید سمو ببینم فکر میکنم از یه حرف میخورم بعدش هم خانم خونه اختیار خونه رو داره صلاح دونستم باید عوض بکنه مگه تا آخر عمرت باید با جهیزیه بنده زندگی کنی اصلا من لطف کردم جهیزیه آوردم بله هیچ قانونی نیست اجازه بفرمایید من اجازه بفرمایید اجازه بدید خالی هم بد میام با یه دونه چیه چمدون لباس تازه لباس هم میتونم نیارم اجازه بدید اجازه بدید خب الان دیگه نوبت منه اجازه بدید الان نوبت منه که شما دو نفر از تجربیات ارزنده من در خصوص دخالت کردن به کار کوچکترها استفاده کنید چون این به صلاح شماست تجربیاتی که من در این زمینه به دست آوردم ناشی از اینه که شما باید حتما اختلافاتتون رو به هم نزدیک کنید تا حلش کنید بابا کوتا بیا این اصلا متوجه این موضوع نیست که ما من میرم روزی 16 ساعت کار میکنم پروفسوری روزی 16 ساعت کار وظیفه‌م اینجا وظیفه‌م کی گفته اصلا آخه شما هم روزی که ازدواج کردی سر مسئولیت ها پیدا کردی مسئولیت دارم غذا میخوام چای خواهیم چای خواهیم اون میگه غذا اولا دارم دخواهیم اصلا وظیفه ندارم غذا اگر غذا میخوام نمیذارم رفت دخالت نمیذارشون میتونم مبلغ بسیار کمی بدم برم رستوران غذا بخورم نه سوخته است نه شوره نه شیرینه خوشمزه ترم هست علاوه بر اینکه خوی رست سیب زمینی میپزه آدم فکر میکنه زرش کلا با مرغه نه باست جواب تو بگیر اگه خودت رستوران میری وظیفت چون ازدواج کردی همسرت هم صحیح متوجه شو حتما شما رو دعوت میکنم بخورم رستوران شام بخوریم ولی من هیچ بله. خیلی واقعا سرت هم زیادیه آره. خیلی دلت بخواد گل درست میکنه به جای کشکوبیده آقا خونه خواهرز دادمه میخوام بیام برم آقا جان ایراد میگیری اجازه بدید بفرمایید من میخوام ببینم که توی خونه حلوا پخش میکنن که شما هی میایید و هی میری هرچی پخش میکنن به شما چه مربوطه شما بابا. یه خونه رو فروختی عزیز من درست من این خونه رو فروختم ولی بله. دارم زندگی میکنم آخه این رفت آمده یعنی چی استهلاک یعنی چی تازه کف عیاد عوض مردم میخوان زندگی کنن خواهرز دادمه داییشم باید بیا بله یه بار آخه دو ماه یه بار شما برای من تعیین تکلیف می‌کنی بعد دلم می‌خواد هر روز بیام برم مگه قهوه خونه است که دیگه چه می‌خواد چه مربوطه قهوه خونه است به من مربوطه عزیز من بعد من بالا زندگی دارم هیچ کاری هم نمی‌تونی بکنی حرف می‌زنی آخه معنی نداره که قربون شی آقا شما هر وقت دخالت می‌کنی مردم استهلاک داره آخه چهار تا واسه پشت در از مردم ایراد می‌گیری ببخشید اجازه فرمایید آقای ارغوان هستم بابا کاش نبودم ببینید اصولا باید انسان ها در کنار هم روابط شایسته ای داشته باشند پروفسوری در این زمینه معتقد است که بره. اگر شما از تجربیات یک فرد آگاه بره. استفاده کنید قطعا اختلافتون از بین میره و اون فرد آگاه بله کسی نیست جز بنده جناب علی بله جناب علی حق دارید بیاید خونه خواهرزادتون آفرین چای بخورید بله حلوا هم پخش کردن کردن بله به کسی مربوط نیست خب ایشونم صاحب این خونه هستن بله. صاحب قسمتی از این خونه بله طبیعتاً باید نگران این کف حیاتشون باشه احسن بله از طرفی بله اصلا معنی نداره که یک نفر این همه رفت و آمد جایی داشته باشه بله یعنی مهمی نمیگی خب حد و اندازه‌ای باید داشته باشه دایی سفر بله و شما آقای ارغوان هستم باید اینو بدونید که هر خونه رفت و آمد داره به شما خیلی ربطی نداره و باید حد خودتون رو بدونید اجازه بدید اجازه بدید اجازه بدید آقا
به شما چه مربوط؟ بله همینه بگو، با این قضاوت کردن من آدم متجربه‌ای هستم آخه، یعنی چی؟ این پروفسوری معتقده که ما خودمون میدونیم به هم دیگه بله آقا، یه اختلافی بین ما پیش اومد با هم آشنی میکنیم آدم دخالت آقا اینقدر حرف نزن، میگم پروفسور که میگم به ارتباط من شما به شما چه مربوطه؟ شما دخالت نکنی آقا بهتره آقا جون، باید شما این وسط چیکاره اصلا اینو من دارم آقا، شما چه مربوطه؟ ما هر حرفی داریم به شما چرا این قضیه رو دخالت کنی؟ همین چه اومدی اینجا هر چی خودش میخواد دیگه، تو چه دیگه دخالت نکن، تو هم زیاد حرف بزنی، تو هم زیاد حرف بزنی، نمیای هندی آه آه قصد من نمیفهمم آقای پرست آقای ارغبا کمیدی چی دارم میگم دیگه، از این کارا نکنم. مینا میگم فرشامون خیلی کهنه نشده، چطور؟ نمیدونم، یا بدیم بشوریمشون یا اصلا عوضشون کن. من میگم مهران چطور ما اصلا خونمونو با اساسیه بفروشیم بریم یه خونه جدید بخریم؟ چه ربطی ده بابا جان، میگم فرشار الان اون فرش تو سالن تمیزه، این یه دونه رو اینو با اونو بدیم. معذرت میخوام، به خاطر اینکه میخواهم بین دعوای زن و شوهرها و دیگران که با هم دعوا میکنن دخالت کرده و از تجربیاتم به آنها بیاموزم، حرف مرا گوش نمیکنند. صورت منو ببینید، منو به این روز انداختن و من مجبور شدم برای انتقال تجربیاتم به دیگران به زور متوسل بشم. ببخشید متوجه نشدم. پروفسوری میگوید اگر بزرگترها به کار کوچکترها دخالت کنند چی میشه؟ آنها به بیراهه نمیروند. اما این حرف منو متوجه نشدید. مثلا گوش کنید، این دو نفر همون بالاییه و دایی سفر کماکان دارن با هم دعوا میکنن و من مجبورم از تجربیاتم استفاده کنم و به اونها انتقال بدم. بابا کتابی ای امو، ای نابخردان، مگر من نمیگویم صاحب تجربه هستم؟ گوش نمیدهید؟ امو زشته بابا، آبرومون بپیش. پروفسوری میگوید که بزرگترها بایستی تجربه خودشان را به کوچکترها منتقل کنند وگرنه به بیراهه میروند. کیا ببخشید عمو؟ کوچکترها. بله مثلا این دو نفر از تجربیات من استفاده کردن و مشکلشون حل شد. آقای ارغوانم، دایی سفر شرمندم، ببخشید تو رو خدا. شرمنده باشه. خب متوجه شدید؟ بله. حالا ببینم اون میز تلویزیون چی بود قضیهش؟
میزه خرید. من راضیم، من راضیم به همون امین. اصلا حل شد آقای ارغوان، پشو بری بذار کمکت کنم. پشو بری یواش. مهران من آشپزخونه کار دارم. بسیار خوب. چی؟ من قدری کار دارم. آخه من میروم تا بار دیگر تجربیاتم را به دیگران منتقل کنم. اما عمود خونه ما نرینا، بابا مینا نیستن. او حمله! اینا ها؟ این رسمن دیوانه شده. الحمدلله که فامیل توه. اگه یه بهرامی بود چه حرفا که پشت سرمون در نمیاد. میخوای دوباره دعوا کنیم بیاد؟ نه نه قربونه ته تجربیات. این دفعه دهشتی کمون میکنه. ساکت مینا. ها این پشتی ها رو میگم موقعش نی عوض کنی، کهنه شده. والا من فکر میکنم اگه تو فکر عوض کردن تنوعی اصلا بین کل این آشپزخونه از جا برداریم ببریم. چی میگم؟ همین رو میگم بدیم بشورن. باز حالا میگه مثلا کل این منطقه رو بفروشن. من فکر به سلا بشقا پرنده دنبالم کرده؟ بله. بوغم میزد، من متوجه بوغشون نشدم عمو جان. بوغ میزد میگو برو کنار، من نفهمیدم بشقا پرنده اومدن. عمو چی میگی؟ بله تجربیاتم من نمیخواستم تجربیاتمو به اینها آقا ما یک سری تجربیات داشتیم، پروفسوری بود، این پروفسور معتقد بود که آدم ها باید عمو جان بشقا پرنده مهرم بودو. چی شد؟ الو مه ببخشید میگن که نمایشمون تموم شده، الان شما دوباره تلفن بزنید راجع به موضوع خوشحالی. نه خوشحالی که ما خوشحالیم، راجع به موضوع پادرمیانی همچنان تلفن بزنید، من در خدمتتونم. سلام. حال شما خوبه؟ شب بخیر. خوبید آقا؟ شما خوشحالی؟ بله. چرا؟ خوشحالیم دیگه. ما هم خوشحالیم امشب. شما واسطه میشین پادرمیونی میکنی؟ بله بله. کیا؟ یه آقایی که مثلا یکی دو نفر یه برنامه‌ای دارن، یه اختلافی دارن، یا یه خواستگاری باشه. آها. اون کارا ما پادرمیونی میکنیم. کار خوبیه؟ بله. اون وقت آها فرق تا حالا براتون مشکل پیش اومده تو پادرمیونی؟ بعد موقع مشکل هم پیش میاد. کیا؟ اون پادرمیونی که مثلا یه اختلافی بین کسی هست موقع اینجا رو؟ خب بله 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 بعد ببینین این برو. خیلی ممنون که تماس گرفتین. خواهش خواهش. بله سلام. ای جونم چند سالته؟ 5 سال. اسمت چیه؟ مهسا. به به شما ای قربونت برم من بیشتر منم همینطور.
برنامه ما رو میبینی؟ شبا یا روزا؟ هر دو تاش هم میبینی. خیلی ممنون که تماس گرفتی. بذار ببینم سوال چی بپرسم از شما. صبر کن. تا حالا خواب پریدی؟ بله. کی؟ ترسیدی؟ معنی من اینقدر ترسناکم؟ ایدونه. مرسی که زنگ زدی. از سوال بپرسم؟ پرسیدم دیگه. تا حالا پادرمیانی کردی؟ نه. دوست داری پادرمیانی؟ دعواشو چی؟ چی؟ میخوای بیاید پیش ما فیلم بازی کنی؟ خیلی خوب. مرسی که زن مرسی که زنگ زدی. مهسا؟ بله میدونم. بله مرسی که زنگ زدی. دنیا. خیلی خوب مرسی. الو. سلام علیکم. مچک. شب شما خیلی ممنونم. سوال کنم شما چند سالتونه؟ 13. پدر مادرتون تا حالا دعواشون شده؟ بله. شما واسطه شدین حلشه؟ بله. و حل شده؟ بله. چی کار کردین؟ چی گفتین؟ بسیار عالی. در حالی که نگفته بودن هم جو علکی گفتین ها؟ بله. بله مرسی که زنگ زدین. شب بخیر. بله. بله بله. سلام. متشکرم. و همچنین. اگر سوالی هست سوالی کنم. همین سوالی که از بقیه پرسیدم هم شما بگید. بله. شدید تا حالا؟ بله. انجام گرفته؟ بله. بله. مرسی که زنگ زدید. شب بخیر. خسته نباشین. خداحافظ. الو. سلام. شما خوشحالی خیلی؟ خیلی. ما هم خیلی. امشب من خیلی خوشحالم. ما هم خیلی خوشحالیم. قربون شما. آقا شما واسطه شدین پادرمیانی کردین تا حالا؟ خب 60 سالمه. زنده باشی انشالله. اون وقت بفرمایین که پادرمیانی با فضولی چه فرقی داره؟ پادرمیانی با فضولی خیلی بد. پادرمیانی سازنده است، فضولی مخربه. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. یعنی چی؟ دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. بله. از دلها. از تنها. از تنها بلا خیزد. میخواین دلها باشه؟ اشکال نداره. خسته نباشین. خیلی ممنون که تا این لحظه تماس گرفتین و برنامه ما رو دیدین. خوشحالیم ابی خودی. و به من میگن که شارپ خیلی باش. من حالا کلمه شارپ رو نباید گفت. شارپ یعنی به جاش مثلا میتونم بگم که بیرون زده، روشن. گفتن اینا باش و ما سعی کردیم که باشیم. امیدوارم که خوشحال باشید، خوشحال باشیم، خوشحال باشن. و خیلی ممنون که برنامه ما رو دیدید. شب بخیر، خسته نباشید. خوشحالیم. خداحافظ. خوشحالی.